اینجاست، خانه ابو احمد حسین ابن عیسی، طبیب و حکیم بغدادیان. شما دو نفر منتظر بمانید. ابو احمد حسین ابن عیسی مولوی، طبیب و حکیم بغدادیان با خدام و همه اهل خانه، 9 نفر سرانه و سالانه 900 درهم. و مسیح علیه السلام به یارانش چنین فرمود: اگر شما از دوستان و برادران من هستید، پس خود را برای عداوت با شیاطین آماده کنید. هر کس در نقشود به زور وارد شوید. یا شیخ، سربازان خلیفه و امیر عزدالدوله. خلیفه که از خلافت برکنار شده. آری، من نیز این را شنیدم. سربازان چه؟ سربازان به جان مردم افتادن. عزدالدوله جهت گرد آوردن خراج و فرام آمدن سپاه به آنها اختیار تام داده. این هم از عزدالدوله. علویان را خبر کنید، مبادا کسی درگیر شود، مراقب خود باشند. مایه باشید. خدای دوست من، ابو احمد، سلام بر اودای، دوست و یاور دیرین من. سلام. سلام ابو احمد، راه گم کرده ای؟ آری. سلام بر جماز عزیز. سلام. سلام بر ایار قدیمی. خوش آمدید. بفرمایید. بفرمایید. داخل شوید ابو احمد. جماز، شما همینجا بمانید، کسی داخل نشود. چه خبر شده؟ کاتب خلیفه و اینجا؟ نمیدانم، باید صبر کرد. بدید منصور بختیار جهت آراستن لشکر برای جنگ با پسر عمویش عزدالدوله، سربازان وحشی خود را مأمور جمع‌آوری خراج کرده، از علوی و عباسی، فقیر و غنی. تو چرا گریختی؟ اگر میدانستی عزدالدوله با فرستاده عزدالدوله چه کرد، تو هم میگریختی. ما
موهای سرش را تراشید، گل بر سرش مالید و داد تا به سوی شیراز او را بتارانند. و حال بغداد است و قیام مردمانی که باج نمیدهند. و لشکریان عزدالدوله که به زودی بر عزدالدوله میتازند. حال دانستی؟ بنابراین بغداد است و کسبه و تجار و متمولین و درهم و دینارهایشان. به سویشان بروان، مراقب باشید، باید بدانیم کیستند. چشم و گوشتان را باز کنید، من به اودای خبر میدهم. اودای، اودای، آنجا چند سوار غریبه؟ آری. کیستن؟ نمیدانم. اینها اینجا چه میخواهم؟ به ناگاه دیدم سوارانی به سوی ما میبینم. در اولان پیش ساختن تا از نیتشان آگاه شدم. با آنها همراه شدن. چه بگویم اودای؟ نمیدانم. به گمانت من کورم؟ چه؟ مردک، کاتب را به اینجا بیاور. اصلا آرام، هی، آرام تر، هی، آرام، هی، اینطور بزنید. هنوز باید بیاموزن شمشیر زدن را. سلام بر ابو احمد. سلام. چه شد؟ تو این سواران را میشناسی؟ پرچمهایشان به پیش خرابلان آل بویه میبارن. آیا خود آنها هستن؟ آن مرد چیست؟ بر اسب سفید. امیر، عزالدوله است آن مرد. گفته بودم که در انتظار قدوم ملوکانه امیر عزالدوله باشی. چه گفتم؟ معتبی دبیر را همراه امیر نمی بینم. از دست تیغ جلاد عزالدوله به اکبرا گریخت. گریخت؟ گریخته. و حالا بغداد است و بدون امیر و بدون دبیر.
بغداد است و حمله یاران اودای یاران من. یا شیخ، خلیفه بی اقتدار دودمان عباسی فلج گردید و خود را از خلافت عزل نمود و این عنوان را به پسرش عبدالکریم تفویض کرد و او را طائه نامید. عزالدوله نیز گریخت، شهر آشفته است، چه باید کرد؟ دیدند یا شیخ، عزالدوله را دیدند که به اردوگاه اودای رفته. آری، میدانم از حراس عزالدوله به او پناه برده. یا شیخ، تکلیف چیست؟ میفرمایید چه کنیم؟ آری، تکلیف چیست؟ همه در انتظار کسب تکلیف از سوی شما میباشند. چه بگویم؟ بر این آشوب‌های شهر دخالت نکنید، اما بر ارزاق و آب مردم نظارت داشته باشید و مراقبت بر غریبه‌هایی که می‌آیند. کجا این عجله؟ کجا؟ بگذار بروم. برای شیخ خبری آوردم. باید او را ببینم. آرام، آرام چه؟ خبرت را همینجا بگو. من به شیخ خواهم گفت. باید به خود او بگویم. به شیخ. باید او را ببینم. بگو ببینم. برای خرچینی آمده ای؟ ساکن. نامت چیست؟ نامم را برای چه می‌خواهی؟ مسلمانم. شیخ را نشانم دهید. به او بگویم. تا نگویی چیستی؟ امکان ندارد بگذاریم داخل شوید. عجر برجرد. از همون راهی که آمده ایم را ببینم. باید او را ببینم. خلقی را توسط او از فتنه ای برهانم. تنها شیخ میتواند دفع این شهر. بخبر است ابن عزیز، این جار و جنجال برای چیست؟ سلام یا شیخ، غریبه ایست که برای خبرچینی آمده و دیدار شما را طلب می کند. جانم به فدایت یا شیخ، من برای امر مهمی به اینجا آمدم. دروغ می گوید. رهایش کنید. اگر نشنیدید، گفت مسلمانم. مصادف به اینجا بیاورش. برابید. سلام علیکم. و علیکم السلام. از کجا میایی؟ از نزد حرامیان و برای خبرچینی آمده. خود میتواند سخن بگوید؟ گفتی مسلمانی؟ قرآن میخوانم و خود قاریم. دروغ میگوید. غریبه ایست اهل قصیبه و عباسی است. علوی یا عباسی یا اهل قصیبه، او برادر ماست. بنشینید. بنشینید. امرتان چیست؟ از قصیبه میایم یا شیخ. چندیست که مرتضی وارد آنجا شده. لاف بسیار میزند. کم مانده ادعای پیامبری کند. در این مدت کم نیستن آنانی که به او میگروند. از کجا آمده؟ برخی میگویند عربیست بادیه نشین و برخی میگویند منجمیست طالبین که از هندوستان آمده. او چه میگوید؟ فراوان سخن پر میگوید. به ظاهر در جدال و بحث و مناظره بی نظیر است. چاره نیست، به قصیبه می رویم. همین الان. بغداد آشفته است یا شیخ.
آن وقت رفتن به قصیبه نیست، جان و مال مردم در خطر است. ما وظیفه مهمتری هم داریم قیس. وظیفه ما نجات اسلام و مسلمین از شر بدعت هاست. ما گرفتار انحرافات مسلمین هستیم، نه گرفتار سوء تدبیرهای عز الدوله. مواظبت از جان و مال مردم وظیفه کسانی است که شمشیر به کمر بستند و بر مردم حکومت می کنند. برویم. شیخ مفید حرف میشنند. شیخ مفید و عالمان اهل سنت هم چون ابو منصور عبدالقاهر با هم متحدند و صمیمانه هشت و نشت دارند. میپندارم هدی حالا میتواند آشوب در بغداد راه بیندازد. این شیخ مفید با عالمان اهل سنت متحد است و منصور با زرپرستان ایشان چگونه است؟ من خود شاهد مناظره ابن نقی و سوی و شیخ مفید از طرفی بودم و به چشم خود دیدم خاری ابن نقی را و از کینه‌ای که در دل داشت از شیخ مفید. عده‌ای سفید پوش در هیئت علویان میتازان بر محله اهل سنت، عده‌ای سیاه پوش به ظاهر به جانبداری از خلیفه عباسی حمله میبرند بر محله علویان. و ما یا هدی، بغداد می سوزد و ما ایم و تجار و بازاریان و صاحبان درهم و دینار. درهم و دینار تماس. گوش به فرمانم یا ایاران و دو دست ها، همه با هم امشب به بغداد حمله می کنیم. باید همگی مسلح شوید به شمشیر و مشعل و کمان. امشب حمله می کنیم به بغداد، همه به دنبال غنیمت. هر کس هر چه به چنگ آورد از درهم و دینار و اموال از آن خودش. امشب حمله می کنیم به بغداد. براستی شیخ میگوید، میبینید شیخ مفید، میبینید او را شهر نام او را نیز گفت. براستی او قید میگوید شیخ محمد ابن محمد فرزند نعمان حارسی زاده شده در اکبرا شیخ علویان. عجیب است واقعا او را شناخت. براستی که او قید میداند اوست ابن معلم اکبرایی. چشم خود دیدید یا شیخ؟
شنیده بودم که این مرد غیب میگوید، اما آنچه که اکنون گفت غیب نیست. او ادعا میکند که اول اینکه نیست، پس چیست؟ اینجا همه مرا میشناسند. دیگر اینکه این مرد هم مرا و هم پدر مرا میشناسند. اگر خود به یاد ندارد، من خوب به خاطر دارم. در کودکی بازار اکبرا با پدرم نزد تو بودیم و تو غیب میگفتی. به تو گفتم این کار که میکنی همچون گدایی است. در کفبینی و رمالی تبحر یافته ای و این به واسطه ریاضتی است که بر نفس خود روا داشته ای، که اگر نیم آن را بر کسب دین صرف میکردی میتوانستی کوه ها را جا به جا کنی. تو خود چگونه ای و بر چه حالی؟ آیا نیمان چرا که مراست در دینت خالص و به اسلامت مسلمانی؟ اگر آری، پس بجن بان کوها را و بلرزانشان. مرا کاریست بسیار بزرگتر از جنباندن کوها، که آن تکان دادن قلوب آدمیان است. و اکنون هم به اینجا آمدم برای آنکه شاید قلب و روح تو و این جماعت که همه اهل و عیال خود را رها کردند تکان بدهم. ایمان بیاور، این پیش رها کن، عیال اختیار کن و در میان مردم به مردی مردمدار باش، که این است کرامت. تو که در مردم داری و مرام نیک سر آمدی، تو را چه کرامتی است؟ اگر میتوانی دریایی را از خروش بازدار، یا رودی را خوش کن، یا هر کرامت دیگری که میدانی، فکر نبرو و ما را به حال خود واگذار. بدا چه نمیشود وگر نما را به حال خود بگذار و برا. میتوانم، میتوانم و میگویم، اما پیش از انجامش سوالی دارم. بگو ببینم، همونطور که غیب میگویی و کرامت داری، صداقتم داری؟ آری دارم. آری دارم. بسیار خوب. اگر به قدرت لایزال الهی از طبیعت بالاتر از آن کوه و رود، باغ، سبزه و علف را کف دستی جمع آورم، به صداقت به وحدانیت خدای تعالی شهادت می‌دهم. آری شهادت می‌دهم. پس برخیز و بگو هر آنچه که در مشت من می‌بینی. محال است، ممکن نیست. برای او کاری است آسان، همکنون خواهم گفت در حضور همه ما. چه شده؟ خواهیم دید، ادعا نیست. نگاه کن. چرا چهره در هم کشیده ای؟ او میگوید. چرا چیزی نمیگوید؟ آسانی خواهد گفت. مگر چیزی نمیبینی؟ میبینی؟ چرا میبینم، عاجز نماندم یا شیخ.
با قاعده و قانون خود خاکی میبینم در دستان تو که نهرها در آن جاری است از عسل و نهرها میبینم در آن از شیر و انگبین و نهرهای روان که روزهایش و سالهایش همه یک سر و یکسان است و زمان در آن بی‌معناست. کیمیایی از بهشت دستان توست و شیری که هیچ طعم آن تغییر نمی کند. در دستان تو خاک می بینم، خاک سرزمینی است که روزهایش سالهاست و سالهایش چون قرنهاست و جاودانگی آنجاست. خاک بهشت در دستان توست، خاک بهشت در دستان تو چه می کند؟ آری خاک است، اگر از خاک بهشت افضل نباشد تربت پربرکت مدفن سالار شهیدان سید الشهدا حسین ابن علی است. آنچه تو گفتی حاصل مرارتی است که برده تو را به شریعت اهل بیت می‌خوانم. ما و امثال ما و طی چنین طریقی نه ایهات یا شیخ. برخیز و ایمان بیاور که در آن رستگاری است و بس. کاری پیشه کن و روزگار به حلال بگذران، زنده باش و زندگی کن. در این کار رستگاری نیست، پریشان احوالی است. جماعت در این روزها و شبهای پرفتنه و آشوب من و یارانم وظیفه داشتیم که انجام شد و آن تکان دادن قلب این مرد و شما تا دریچه های نور پرفروغ الهی به رویتون باز شود. ما و امثال ما با تو فرسنگ ها فاصله داریم. حیحات یا شیخ، ما عاجزیم از تیان طریقت. ما را طریقت دیگری یا شیخ، یا شیخ، دستم را بگیر و مرا دریاب ای بزرگوار. شیخ بزرگوار، صدایی میشنوم. چه صدایی؟ از کدام این سو؟ از آن طرف میآید. صدای سم اسب است. ببینید کیست؟ در راه مانده‌ای نباشد. سواری سفید پوش به سوی ما می آید. سوار؟ آن هم به سوی ما و بی وقت؟ حتما حامل خبر مهمی است. نیمه شب و در این بیراهه؟ باید حامل خبری ناخوش باشد. اوضاع بغداد ناگوار است یا شیخ. توکل به خداوند. سلام علیکم. علیکم السلام. این وقت شب اینجا؟ از پی شما آمدم. آمدم که بگویم در بغداد جماعت کثیری به قتل رسیدند. این چه فتنه است؟
فتنه را عده‌ای از روی عمد بپا کردند. به محله علویان مردانی حمله بردند که سیاه جامه بودند. بیگناهانی را کشتند و رفتند. و به محله عباسیان هم عده‌ای با جامه سفید. توطئه‌ای در کار است. یا شیخ، بیایید ببینید. همه سوارند و تیز رو. همه جامعه سفید برتن دارند. اینها کیستند؟ پیداست کیستند. سفید جامگان. علویان هست. نه مصادق، صبر کن. علویان جامعه سفید به تن می کنند، ولی این دلیل نمی شود که هر سفید جامعه علوی باشد. اینها حرامیانند. من مخفیگاهشان را می شناسم. درست پشت آن تپه هاست. حرامیان لشگری آراستند. فوج فوج. قصدشان چیست؟ توته همان نقشه کهنه دیرینه. برافروختن آتش جنگ میان علویان و عباسیان. نبود رسم همراهی و عیاری. رسم عیاری؟ حتی طراران فتجو هم این چنین بغداد را با آشوب و خون نمی کشند. صبر کنید. شما کی هستید؟ همان کسانی که به نجات جان کثیف تو آمدند. لا ترس، تو را نمی کشم. تناب، تناب بیاورید. محکم، محکم بگیریدش. این را بگیر. همشتون درمانش می کنم. کاری می کنم که دیگر نتواند جان بخورد. باید خونت را به خاطر آتشی که در بغداد به راه انداخته اید بریزم. باید بگویی چرا بغداد را به خاک و خون کشیده اید. آن گوش به فرمان سالار خیشی. جان عدای بی مقدار است. آه چرا؟ آه چه بکسر؟ برای چرا؟ قیس، کافیست. کافیست. دیگر تا صبح تکان نخواهد خورد. رهایش کن قیس. بهتر از سورا با تناب ببندیم شیخ. نه لازم نیست. بلایی به سرش آوردم که تا صبح به هوش نخواهد آمد.
برخیز قیس، راهی بغداد می شویم. شهر بی امیر و سوخته. این مرد را با خود می بریم. ببریدش جلوتر، اگر جایی هست دفت کنید. ببریدش جلوتر. همینجا، ببر آماده. سلامت. عباسیان همه در مسجد صدیق جمعند. ابن نقیب برایشان سخن میگوید. چه میگفت؟ شورش و حمله را به علویان نسبت میداد. قیس، ابو منصور عبدالقاهر را بیابید و فوراً به مسجد صدیق بیاورید. ما هم به مسجد صدیق میرویم. هر کس با ما میآید بدون سلاح بیاید که به خانه خدا میرویم. قیس، شتاب کن. شتاب کن من حرامی را با خود بیاور. سلاحتان را بگذارید و بیایید. چرا ایستاده اید؟ ما می رویم، اما بدون سلاح. برویم. برویم. های های های. یا شیخ، شما بگویید چه کنیم؟ باید جوابشان را بدهیم. یا شیخ، اجازه دهید جواب خون را با خون بدهیم. باید هرچه سریعتر بر زخم این مردم مرهمی بگذاریم، بلا بلوا می شود. جماعت، به نقل و روایت این و آن و آنچه که با چشمان خود دیدید حاجتی به تذکار من نیست. خودتان شاهد بوده اید که در دل تاریکی شب با شمشیرهای برهنه بر ما عباسیان تاختن و به ساحت مقدس این مسجد بی حرمتی کردن. اموال من را به غارت بردن.
چه کردن بر ما؟ هر چه که داشتیم بردن، سوختن، کشتن. شیخ، اگر نگفته بودم به خانه خدا می رویم بدون سلاح، سلاحتان را نزد او به امانت بگذارید. بله یا شیخ، بیا بیا. شمشیر برکشید، بالا و بزنید، بکشید، بکشید، بکشید. ابن نقیب گرامی، اینها کشته دادند. این جوانان متعصب و ساده‌لوح را به جنگ وام مدار. شیخ مفید با علویان به اینجا می آیند. همه آن چرا که بر ما گذشت شماس می داند و می شناسد. خادم من شماس همه را به چشم خود دیده است. سپیدپوشان علوی شماس راست می گوید. این همه که از آنم. او خود سخن خواهد گفت. جماعت، برادران عباسی، هشدار تا بازیچه دست منافقان و حرامیان نشوید و آنانی که این فتنه را دامن میزنند. و اکنون این جماعت علویان و این من ابن معلم اکبرایی در کنار شما و با شما هستیم بدون هیچ سلاحی. بگویید با چه سر جنگ دارید؟ با هر که سر جنگ دارید، علویان هم با شما هستند. اگر خبر ندارید، اگر نمیدانید، بدانید همان گونه که سوق زید سوخت، شب پیش محله کرخ نیز بسوخت. حرفت همین بود؟ این مرد کتبسته زخمی کیست؟ ابن معلم، یک حرامی از حرامیان و فتنگرانی که فتنه به پا کردن و اموال مردم را از علوی و عباسی به غارت بردند. وقتی اینوان از کرخ به سوق و زید تاختند و تمام اموال مردم را به غارت بردند، خانه ها را به آتش کشیدند، کشتند و رفتند، این مرد خادم امین من شماس همه را به چشم دیده است. سفید جامگان علوی بودن و آنانی هم که از سوق الزید به کرخ تاختند، خانه ها را آتش زدند و اموال مردم را به یغما بردند، شاهد دارند و همه می شناسند. نصیر آنان را به چشم خود دیده است. سیاه جامگان بودند اما عباسی نبودند. آنها از سوق الزید و اهل سنت نبودند. ای جماعت، نه آنان که با جامعه سیاه از سوق الزید به کرخ حمله بردند عباسی بودند و نه سپید جامگانی که از کرخ به سوق الزید تاختند علوی بودند. همه اجیر شده بودند و حرامی. خیلی خوب است. اگر این ادعا برهان دارد بگو.
بگو. راه می رود، نفس می کشد و سخن می گوید. چه برهانی از این قاطع تر؟ سخن بگو، سخن بگو. نمی گوید، خاموش است. می گوید. یک تیغ بدهید، به او تیغ بدهید. این همه؟ این همه؟ یکی کافی است. مگر این بیچاره چند جان دارد؟ با خنجری چنین کوچک و با یک ضربت از آن می توان یک جان را گرفت. او را نمی کشد. ببینید، برخیز نایار، حرامیان نشسته نمی میرند. برخیز. نشنیدید؟ نشنیدید؟ گفت از حرامیان است. نه، نگفت. این صحیح نیست که با تهدید و تیغ باشد. این گونه ناگزیر است بگوید. میگوید. این بار نه با زبانی که در دهانش از ترس نمیچرخد، این بار چنان میگوید تا همه بشنوند و ببینند. برگرد، برگرد.